قبلا اشاره ای حتما به این کتاب کردم که تایتلش اینه و آقای ریکاف هم جک ریکاف چند تا ویدیوشو روی این آلبوم عکسی گذاشتم که راجع به قانون اساسی آمریکا صحبت میکنم اینا. من دو ماه پیش بود، اطراف دو ماه پیش بود که دفعه به نظرم رسید که چه بهتره من شروع کنم از اساتید مختلف بپرسم که چه کتابایی رو پیشنهاد میکنن که اگه من شروع بخوام بکنم ترجمه مقاله فدرالیست کمک بکنه، کتابای خوبی باشه. از یکی از استادای این دانشگاه اوکلاهاما پرسیدم و ایشون هم محبت کرد. یکی از کتابا و پاراگرافای کتابایی رو که ایشون معرفی کرد همین کتاب بود که خب من باش آشنا بودم و چند سال پیش نگاهی بهش کرده بودم و توی مخصوصا فصل پنجم تا هفتمش که با این مسئله فدرالیسم و اینا یه مقداری بیشتر برخورد میکنه، که از چیزهای جالبی که هستش این برنامه ratification هست که ما صحبت کردیم. یعنی یه الگوی یه قانون اساسی نوشته میشه ولی این قانون اساسی رو باید بفرستن ایالات مختلف که این ایالات قبول بکنن. وقتی خوب این 13 تا ایالت نشستن و قانون اساسی رو نوشتن، به دلیل اینکه کنفدراسیونی که تحت لوای زندگی میکردن فکر میکردن بد بود، برای این نشستن این قانون اساسی جدید نوشتن دیگه. و یکی از ایرادهایی که این کنتیننتال کانگرس که تحت لوای کنفدراسیون بود این بود که برای هر چیزی که بخوان این قانون اساسی رو عوض بکنن باید 13 تا ایالت بگن بله باید میتونه بشه. اگه یکی نمی کرد اصلا هیچ کارش نمیشه کرد. مثلا تو این قانون اساسی جدیدی که نوشتن که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم عوض کردن و برای ما در مرحله اول گفتن که برای اینکه این قانون اساسی اصلا به کار بره و راه بیفته 9 تا از این 13 تا ایالت باید قبولش بکنن. بعد این آقای ریکوف یه نامه رو، دو تا نامه رو اشاره میکنه که مدیسون به واشنگتن نوشته در آپریل 1787 قبل اینکه اصلا برن فیلادلفیا، که داشته مطالعه میکرده همون جوری که گفتم، که برای اینکه قانون اساسی رو همه برترین قانون کشور بدونن بایستین طوری بنویسن و تصویب بکنن که همه بدونن این دیگه برترین قانون کشوره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در اون زمان نگاه میکنید اون اول انقلاب کلی از این قوانین اصلی این قانون اساسی ایالت‌های مختلف و همون مجالسی که کنگره‌های کوچولویی که تو اون ایالت سر کار بودن همونا نوشتن و بدون این که مردم بگن آره یا نه، چون زمان جنگ بود، همون شد قانون اساسی شد. و صحبتهایی که میشد توسط مدیسون و کسای دیگه که مقداری خوب عمیق بهش فکر کرده بودن اینی که نه، نمیتونی همین مجلسی که سر کاره بیاد قانون اساسی بنویسه و فردا بیاد خوشش نیاد پس فردای قانون اساسی دیگه بنویسه، پس اون فردای قانون اساسی دیگه بنویسه. پس میگه قانون اساسی بایستی توسط یک کنوانسیونی نوشته بشه و برای تصویب به یک کنوانسیونی که مردم نماینده هاشون رو فرستادن و در اونجا تصویب بشه، حالت مجلس مؤسسان یک قانون اساسی بده و مردم تصویب بکنن نه مجلسی که سر کاره. خواستم یه اشارهی به این بکنم، این برنامه ratification رو و به علاوه این کتاب رو بهتون معرفی بکنم که
آشنا باش باشید. پس 4 تا کتاب دیگه است. یه کتاب دیگه که این استاد معرفی کرده بود که کتابیه به نام The Creation of American Republic of the Creation of the American Republic. چجوری هستن این جمهوری آمریکا به وجود اومد، به دنیا اومد، توسط آقای گوردن وود. اون کتابو کتابخونه نداشتن، می‌خواستم اون رو نشونتون بدم، ولی خب بالاخره ایشون و من کل ویدیوهاشو رو تو این آلبوم گذاشتم و خیلی تشویقتون کردم که به حرفاش گوش بدید و سخنرانی‌های مختلفی که داره در مورد قسمت‌های مختلفی از اون تاریخ اوائل آمریکا. این الان یک کتابی توسط گوردن وود، Empire of Liberty. اینو یه اشاره‌ای بهش کردم چند تا ویدیوی گذشته، گفتم که دانشگاه آکسفورد قسمت نشر کتابش یه سری کتاب معرفی میکنه راجع به تاریخ آمریکا، که این هر کدوم از این کتاب‌ها راجع به تاریخ مثلا 20 تا 40 سال آمریکا، 20 تا 40 سال آمریکا رو در بر میگیره. الان از اون کتابایی رو که من دیدم، این یه سری لیست کتابی بعدش میاد که بهش میگم بیبلیوگرافیکال اسی، که مثلا نویسنده این کتاب راجع به کتابایی رو که خودش فکر میکنه یا مهمن یا مهم خواهند بود به خواننده معرفی میکنه. حالا گفتم بالاخره ناشرهای دیگه، ناشرهای درستابی دیگه هم یه سری کتاب بیرون خواهند داد در آینده که همینطوری قسمت‌های مختلف تاریخ آمریکا رو معرفی بکنه و همینجور که گفتم ما می‌خوایم تاریخ تمدن آمریکا رو آشنا بشیم باهاش. از اونا استفاده می‌کنیم، از این بیبلیوگرافیکال اسی، و کلی تیتر جدید یاد می‌گیریم که شما بتونید بدونید که حداقل با چه کتابایی آشنا بشید، یا حداقل اگه کتابو نتونستید بخونید گوش بدید به این نویسنده ها که راجع به کتابشون حرف زدن و اینا. خیلی جالبه. این مثلا Empire of Liberty، امپراتوری و خط زمین آزادی در مورد آمریکا بین 1789 تا 1815 صحبت میکنه. بعدش آخر هر کدوم این کتابایی که میاید میبینید یه بیبلیوگرافیکال اسی نوشته که نویسنده بهترین کتابایی رو که خودش فکر میکنه به خواننده کمک بیشتری میکنه که خواننده بخواد بیشتر یاد بگیره اشاره میکنه. من فکر میکنم این قسمتش خوبه. من البته اولین کتابی که در این مجموعه خوندم کتاب آقای جیمز مکفرسون بود در رابطه با تاریخ جنگ داخلی آمریکا، که این کتابه و من اینو خوندم و از اون قسمت آخرش خوشم اومد. کتاب خوب بود و به خاطر اونی که اینو پیشنهاد میکنم این نگاهی بکنید. من بالاخره نه کشت مرده آکسفورد یونیورسیتی پرسم، نه پول به ما میدن، من فقط میگم ایشالله در آینده کتابای دیگه خواهد بود که آدم میتونه از لیست کتابای اونایی رو که اونا پیشنهاد میکنن استفاده بکنه. یه کتاب دیگه که در این لیست قرار داره What Hath God Wrought، که اینم سال 1815 تا 1848 و اینم میاد اینجا این بیبلیوگرافیکال اسی نگاه میکنید، یه سری کتابایی رو معرفی کرده که خیلی به درد میخوره. و همونجوری که گفتم خب کسی که اصلا مورخ نیست و کارش این نیست که نمیتونه بشینه همه این کتاب رو بخونه، برای این پیشنهاد میکنم که چند تا از سخنرانی بعضی از این کسایی که تو این کتابا معرفی شده گوش بدید، کمکتون میکنه. مثلا وقتی این کتاب نوشته شده بود
این کتاب تلو توسط خانم پالین میر بیرون نیامده بود. این مثلا یکی از کتابایی که باید نگاه بکنید. اینو چند تا ویدیوشو گذاشتم و یه ویدیویی هم نشونتون دادم که کلیه اون کتابایی رو که جمع نوشته هایی که این خانم بهش رجوع کرده نشونتون دادم که چند تا جلد بود و اینا خیلی مهم آدم در نظر داشته باشه اینو. این مسئله فدرالیزم و مطالعه میخواد بکنه. من تا جایی که میشه در این آینده چند تا براتون ویدیو گذاشتم و چند تا ویدیوی دیگه‌ای میذارم روی این آلبوم که کمکتون بکنه، راهنمایی بکنه، و وسطش هم یه همچین ویدیوهایی میذارم که میگم چه کتابایی به دردتون میخوره یا کمک خواهد کرد. فقط اینو در نظر داشته باشید که ما زبان مشترک رو احتیاج داریم، این زبان دومو که به عنوان یه زبان قبول بکنیم، شبیه فرزند که بشه زبانی که بتونیم با همه مردم دنیا در تماس باشیم که این الگوی فدرالیزم کار بکنه. فعلا با اجازه.